ثابت میشه که ما دلمون برای این تهران و برای این ایران میسوزه. من به سهم خودم از آقای محمدخانی، آقای دکتر باخانی، پدرام جدی عزیز، همکاراشون که اومدن وقت گذاشتن و بچهای منابع طبیعی همکارای خودم قدردانی میکنم. این گام اوله، این بسیار مهمه. محمد علی اسلامی ندوشن یه جمله مهمی داره، میگه مهمترین گپ تاریخ فقدان گپ. ما نتونستیم با هم گفتگو کنیم. هر موقع که گفتگو کردیم بسیاری از سوء تفاهم ها و مشکلات حل شد. اینو من واقعا به یک نشانه خیر و مثبت میبینم که این اتفاق بیفته. چیزی که من گفتم آقای محمدخانی این بوده که مطابق مطالعه‌ای که شرکت دانشمندان تیزنگر انجام داده بر اساس رصد ماهواره‌ای، از مرداد 1400 تا مرداد 1403 314 هکتار از فضای سبز تهران کاملا خشک شده و 6230 هکتار در تنش شدید خشکیه که اگر همین شرایط باشه، همونطور که آقای دکتر متینی‌زاده گفت، جنازه های بیشتری رو ما تحویل خواهیم داد. این اون اتفاقیه که افتاده. حالا این اتفاق بله حتما نامدیریت هایی از قبل بوده، حتما اتفاقاتی از قبل بوده که ما به موقع بهش نرسیدیم و این ماجرا رخ داده و ما الان داریم عملا میبینیم. حالا بیایم جلوشو بگیریم. هر کسی به هر شکلی این اتفاق رو رقم زده، بیایم جلوشو بگیریم. یه اتفاق خوبی که الان افتاد این بود که هممون الان با هم به تفاهم رسیدیم که جنگل‌هایی رو که به عنوان کمربند سبز در حاشیه شهرها ایجاد می‌کنیم همیشه و تحت هر شرایطی باید آبیاری کرد. همین اگر آقای باخانی این سوء تفاهمش رفع بشه، گام بلندی برمی‌داره برای اینکه ما مشکلاتمون رو حل بکنیم. شما الان با چشم خودتون دیدید این درخت ها اونجایی که آب نخورده خوش شده، اونجایی که آب خورده خیلی هم سرحال و خوبه. تو حالا ببینید شما خودتون بزن جای مخاطر. شهرداری تهران تو تمام شهر بنرهای زیادی زده که من 7500 هکتار در طول این 3 سال جنگلکاری کردم، فضای سبز ایجاد کردم. 7500 هکتار در طول این 3 سال. خب مردم میگن که چجوری شهرداری میتونه 7500 هکتار جنگلکاری ایجاد بکنه با وجود این بحران آب؟ یعنی بحران آب رو تونسته مدیریت بکنه که 7500 هکتار جنگلکاری ایجاد کرده و بعد تو مدیریت این 314 هکتار مونده و میگه آب نیست؟ خب خودتونو بذارید جای مردم که چه پاسخی میخواییم به اینا بدیم. اگر آب نیست، خب اون 7500 هکتار رو چجوری کاشتید؟ اگر آب هست، خب 314 هکتار هم نذاریم خوش بشه. کمربند سبز توی نقاط دیگه ایم. این ما ممکنه مثلا توی یه نقطه با کمبودام یه نقطه دیگه مثلا در واقع اصلا 7500 هکتار مگه شوخیه؟ تازه نکته مهمتر شهر من یه جمله بگم از بس تموم بشه من دیگه. تهران 1.1 میلیارد متر مکعب آب شرب و بهداشتیشه. از معدود کلان شهرهایی که بخش بزرگی از شبکه فاضلابش ساخته شده و شما به راحتی میتونید با تصفیه فاضلاب شهری بخشش رو برای آبیاری فضای سبز اختصاص بدید. اصلا این تر تو همین منطقه هم بود که قرار بود از فاضلاب بیارم برای چیتگر و اینو تشخیص هم قرار شده قرار که بود این باشه. نه قرار شده و بله طراحی هم شده شرکت آفا هم پشت کار. یعنی به راحتی آقای دکتر فقط کافی با آقای زاکانی بگید که یه فشار بیاره، یعنی یکی از این سریتوند انقلابی ها رو برای این بذاره که از محل تصفیه فاضلاب شهر تهران فضای سبز تهران رو همین جنگلی درویش همین کردیم. الان دقیقاً اینه. الان من آماده دارم خدمتتون ورود باش. ما همین الان 13 تصفیه خانه شهرداری تهران احداث کرده. برای کجا؟ برای آفا. آفا خود تصفیه خونه وظیفه شهرداری نیست، آفا مسئولشه. آفا 13 تا تصفیه خونه ما احداث کردیم که از آبش برای آبیاری فضای سبز استفاده کنیم.